آقای لاجوردی، فارغ از این که بین اعضای ائتلاف چه گذشته، آیا میشه این رو بخشی از سیر طبیعی شکلگیری ائتلاف میان مخالفان جمهوری اسلامی دانست یا به ناکامی محسوب میشه؟ اجازه بدید من اول بگم که خود این به وجود آمدن این ائتلاف، به وجود آمدن این منشور، همش با توجه به جنبش منتهی به انقلاب زن زندگی آزادی که در ایران همچنان نظر من پرتلاش جلو میره، علارغم این که ممکنه نماد خیابانیش کمتر شده باشه، ولی خودش قابل ارزش. این ائتلاف تونسته کاری رو انجام بده. ولی سوال رو بر این مبنا بگذاریم که چرا این ائتلاف در عرض کمتر از 6 هفته از 8 نفر به 6 نفر، از 6 نفر به 5 نفر و 4 نفر رسید؟ این سوال رو باید پاسخ داد. من یکی از مواردی که بهش اشاره میکنم مرتبا اینه که باید آسیب شناسی ما بکنیم، ببینیم مشکلمون کجاست. مشکل 44 سالمون، نه مشکل 2 ماهمون. این مشکلیه که ریشه دار بوده برای ما. ولی به این معنا باز باورم بر اینه که این 8 نفر و این 6 نفر و این 4 نفر تلاش گسترده‌ای رو کردن برای این که به جهانیان بشناسونن، بیشتر بشناسونن که در ایران چه می‌گذره. ولی مسئله امروز ایران منشور و یا ائتلاف به این شکل نیست. مسئله امروز ایران حقوق بشر نیست. نه اینکه حقوق بشر بده، حقوق بشر ما 40 ساله داریم میگیم. مسئله امروز ایران برخورد و برنامه سیاسی است که اگر در همین 4 نفر باقی مونده ما نگاه بکنیم، غیر از یک نفر آقای عبدالله مهتدی، بقیه افرادی هستند که مدعی این هستند که سیاسی نیستند، در حالتی که جامعه طلب میکنه راهکار رو، پاسخگویی رو و حمایتی رو که یک جامعه 7-8 میلیون نفری در خارج از ایران بتونه از جنبش منتهی به انقلاب در داخل ایران انجام بده. اپوزیسیون خارج از کشور میگه مردم رهبری خیزش رو به عهده دارن و ما پیرو اونها هستیم. حالا با توجه به شرایط کنونی، مخالفان حکومت ایران چطور میتونن به نظر شما به یک اتحاد پایدار برسن؟ دو بخشه. ببینید، یکی این که اول اشاره فرمودید که میگن همه مردم رهبرن، این رو من یه مثال میزنم. اگر که یک جنگی به وجود بیاد، دو تا ارتش بخوان در مقابل هم بیستن، اگر بگیم که همه ارتشی ها از سرباز ساده تا جنرالش برابرن و همه رهبرن، که این جنگ بلافاصله شکست میخوره. مسئله در اینه که رهبری باید وجود داشته باشه و اون هم رهبری سیاسی. ما اپوزیسیونمون هم خجالتیه، هم یواشکیه. این دوتا رو باید از همدیگه جدا کرد. بله. و به مردم گفتش که من هستم، من میخوام این رژیم رو سرنگون کنم، این هم برنامه من برای جایگزینی. در غیر این صورت ما راه به هیچ جا نمیبریم. ولی اگر که در مورد اپوزیسیون خارج از کشور سوال میکنید، من فکر میکنم اپوزیسیون خارج از کشور خب تلاش هایی رو کرده، از چپ تا راست، ولی آیا کافیست؟ آیا راه به جایی میبره؟ من باور ندارم. راه کاری رو که من به عنوان کسی که سالهای دراز این مسئله رو از نظر جامعه شناختی اشاره میکنم و پیشنهاد میکنم اینه که باید کسانی که ادعای رهبری دارن، ادعای سازمانی دارن یا هر چیز دیگه، جلوی مردم بنشینن و به مردم پاسخ بدن. اینی که من میگم خجالتی و یواشکی، هیچ اپوزیسیونی رو در دنیا شما نمیبینید که بگه من نمیخوام. اگر نمیخوای پس چی میخوای؟ من نمیخوام جایگزین بشم، پس چی کار بکنم؟